شما کیو مستر رو روی همه سیستم هاتون نصب کردید و ورژن همش هم یکیه. حالا میاید توی سیستم ها شروع میکنید به انجام تنظیماتش. توی تمام سیستم هایی که کلاستر نیستند و قرار نیست کلاستر روی اونها باشه، یعنی این 5 تا به طور مثال اینجا، تنظیمشون یکیه. مثلا اینجا ما سرویسز اونلی رو انتخاب میکنیم، تو مثلا که دقیقا سرویسز اونلی رو انتخاب میکنیم و شما میاید اینجا منیج رو کلیک میکنید، روی کامپرسور دبل کلیک میکنید و این عدد رو باید معمولا به اندازه تعداد هسته های اون سیستم بذارید. به طور مثال دستگاه هایی که 2 هسته‌ای‌اند این عدد رو روی 2 میذارید، اونایی که 4 هسته‌ای‌اند 4، ولی اونهایی که 8 هسته‌ای‌اند خود اپل میگه 4. البته توی 6 یا 8 هم شما نتایج خوبی میتونید بگیرید و سرعت بهتری میتونید بگیرید. بعض وقتا نیاز به تست داره، ولی از 4 به بالا معمولا جوابگو و خوب کار میکنه. من اینجا چون این سیستم 2 هسته داره میذارمش روی 2، اوکی میکنم. رندرینگ که قسمت پایینیه، فقط برای زمانی که شما میخواهید از شیک، افتر افکت، مایا و حالا نرم افزارهای دیگه و رندر شبکه برای اونها استفاده بکنید. اگر نیاز به همچین چیزی دارید اون رو هم میتونید شیر رو بزنید و منیج رو کلیک بکنید. قسمت دوم ما چیز خاصی نداره، فقط بعد اینجا این یوز نتورک رو یا بذارید روی آل که خودش میگرده و همه اونها رو اسکن میکنه، یا اگر میخواین کار سیستم رو کمتر بکنید بذارید دقیقا روی اون چیزی که خودتون میدونید از طریق اون میخواید این کار انجام بشه. به طور مثال اینجا از طریق شبکه اترنت. خب ما برمیگردیم توی ستاپ. برای این 5 تا دستگاه که کلاستر نیستند ما کار دیگه ای نداریم، فقط باید استارت شیرینگ رو بزنیم. من چون این سیستم قراره که کلاستر باشه روش استارت شیرینگ رو نمیزنم و حالا راجع به خود کلاستر توی قسمت بعدی با هم صحبت میکنیم.